طرف 50 سال آبرو عزت جمع کرده برای خودش و تو به 5 دقیقه حیثیت شرافتی رو زیر پا کردی. چه گناهی بزرگتر از این باشه؟ نگرده شب و روز از این پرسان بکنه، از او پرسان بکنه، به این تماس بگیره، به او تماس بگیره، مثل یک وظیفه و وجیبه باری برای بگردیم که در وجود یک کس یک عیب پیدا کنیم، یک نقص پیدا کنیم، سعی کنیم چی میکنه، با کی ارتباط داره، با کجا میره، با کی میشینه، با کی میخیزه. رفتی زمینیش غصب کردی، خانهیش به زور گرفتی، پولیش به زور گرفتی، مالیش به ناحق و چل و فریب و نیرنگ ازش گرفتی و بعد تو میایی به اصطلاح دلت هست که با دور کرد نماز خواندنی بخشش بشه. والله که رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمان که یکی از جمله گناهانی که الله نفرین کرده او را همیست که تو طفلی را از آغوش مادر را از اولادش جدا بکنی. شما را به خدا قسم در نمو جامعه همی ظلم نیست؟ هزارها طفل را از آغوش مادر جدا نکردن؟ طفل 2 ساله را از روی سینه مادر نگرفتن؟ برای زن بیوه بیچاره میگه یا با اعضای یکی از این خانواده ازدواج میکنی به این خانواده میمونی، یا یکی نیک ما طفلای خود را ازت میگیریم. برادران و خواهران عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بعضی از گناهانی هست که بخشیده نمیشود. آیا میدانید کدام گناهان هست که بخشیده نمیشود؟ تا زمانی که کسی که صلاحیت بخشش نمو گناه را داره نبخشد شما را. شاید در ذهن و فکرتان خیلی از مسائل بگذرد که یعنی چی؟ مگر خداوند غفور و رحیم نیست؟ خداوند بخشنده و مهربان نیست؟ بدون شک که الله سبحانه و تعالی بخشنده و مهربان هست، غفور و رحیم هست، اما یک سلسله گناهانی هست که خود پروردگار عالم صلاحیت بخشش او را برای کسی دیگری داده و متاسفانه خیلی از ماها در شبانه روزی گناه را انجام میدیم در حالی که از او غافل استیم. آیا میدانید کدام گناهان است که بخشش نمیشود تا زمانی که شما از خود شخص معذرت نخواهید، عفو و بخشش نخواهید، تا زمانی که طرفی که شما همی ظلم در حقش انجام داده شما را نبخشد؟ من چند تا نمونه را بیان میکنم. این گناهان خیلی زیاد است، ولی تقریبا چند دانه اینا را ذکر میکنم که ببینید ما و شما چقدر غرق در این گناه هستیم، چقدر آلوده هستیم. و تلاش بکنیم پیش از این که از دنیا میرویم باید عفو و بخشش بطلبیم تا این که باشد که مورد بخشش قرار بگیریم. یکی از این گناهان اشکی را ریختاندن، دلی را شکستن، قلبی را محزون کردن، داغی را بر لب کسی گذاشتن، یکی از این گناه ها همین است. چقدر دلها را شکسته باشیم، چقدر چشمها را اشکالود کرده باشیم، چقدر داغها را بر لبان غم دیدگان گذاشته باشیم و هیچ فکرش هم نکردیم که ما گناه کردیم یا نه، و شاید از کارت خوشحالم بوده باشی، در حالی که دین ما برای ما چی میگه؟ نه تنها که تو حق نداری اشکی را بریزانی، دل را بشکنی، قلبی را محزون بسازی، بلکه میگوید یکی از بزرگترین عبادات این است که تو دل را خوشحال بسازی، لبخند را بر لبان داغ دیده ای بیاوری. سرور تدخله على قلب مسلم، یک خبر خوش در یک قلب وارد کردن، کسی را خوشحال ساختن، این خود یک عبادت بزرگ است. همون طوری که این عبادت است، شکستاندن دلی هم خیانت و جرم است، گناه است. دوم، آبرو به عزت کسی را بردن. چقدر افراد بی آبرو، بی عزت و بی شخصیت کردیم؟ طرف 50 سال آبرو عزت جمع کرده برای خودش و تو به 5 دقیقه حیثیت و شرافتی را زیر پا کردی. چه گناهی بزرگتر از این باشه؟
در حالی که دین برای ما میگه که مسلمان واقعی کسی است که آبرو به عزت یک انسان را حفظ بکنه. ما و تو مأمور به این شدیم که آبرو به عزت انسان‌ها را حفظ بکنیم، پرده را روی به اصطلاح عیوبشان کش بکنیم، نه که پرده را بالا بکنیم تا مردم همه عیب و عیوب اونها را ببیند. ولی ما دنبال عیبجویی هستیم، دنبال پیدا کردن نقص کسی هستیم، دنبال بی عزت کردن کسی هستیم و حرفم از مسلمانی میزنیم. و هی از جمله گناهان نیست که تا زمانی که فردی که بی عزت کرده تو را نبخشد، الله این گناه را نمیبخشد. تو آبرو به عزت و حیثیتی را بردی و نه تنها که الله تو را نمیبخشد، بلکه تو هم در نمی سرنوشت بی عزتی و بی آبرویی دوچار میشی. منتظر نمی قضیه باش. اونهایی که شب و روز تیشه گرفتین به تخریب کردن شخصیت دیگران و بهتان بستن برای دیگران و بی عزت کردن دیگران، خوب بشنوید. سوم، غیبت کردن کسی یا تهمت زدن برای افراد. غیبت او چیزی است که در وجود طرف وجود داره، تو را تکرار میکنی پشت سرش، و بهتان چیزی است که در او وجود نداره و تو به اصطلاح بنابر گپ شنیدگی مردم او را تکرار کرده و قصه کرده بر جا روان است، یا خودت یک چیز را پیدا میکنی برش، یک بهتان برش میزنی، در حالی که هر دوی این از جمله گناهان حقوق الناس است، حق مردم است. تو پشت سر او بدگویی میکنی، برش تهمت میزنی، آبرو و عزتش زیر پا میکنی و بعد خوشحالم است. و الله سبحانه و تعالی انجام دهندی چنین گناهی را مورد لعن و نفرینش قرار داده در قرآن. ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، کسایی که بهتان میبندن برای نمو مؤمنای پاکدامنی که غافل هستن، خبر ندار از این چیزی که تو به اون نسبت داده ای. الله میگه لعنت خدا بر اینها، عذاب رب العالمین برای ایناست. این خیلی گناهی بزرگ است. پنجم، تجسس کردن در مورد عیوب دیگران. میگرده شب و روز از این پرسان بکن، از او پرسان بکن، به این تماس بگیر، به او تماس بگیر، مثل یک وظیفه و وجیبه باری برای بگردیم که در وجود یک کس یک عیب پیدا کنیم، یک نقص پیدا کنیم، سعی کنیم چی میکنه، با کی ارتباط داره، با کجا میره، با کی میشینه، با کی میخیزه. این جمله حق انسان، حقوق الناس، جمله گناهی مربوط به حقوق العباد میشه. تو حق نداری در مورد عیوبش تجسس بکنی، و نه تنها که حق نداری برای زی اگر عیب پیدا بکنی، بلکه اگر عیبی رم دیدی یا کسی دیگه برید گفت و باید او را بپوشان. ولا تجسس، تجسس نکنید دنبال عیبی مردم. و اگر تو یک دفعه سر در گریبان خودت بکنی که سر تا پا غرق در عیوب است، هیچگاهی کار را نمیکن. و ششم، که از جمله گناهان بسیار بزرگ است که الله نمیبخشد تا زمانی که او صاحب کسی که تو در حقش ظلم انجام دادی تو را نبخشه، تمسخر کردن و تحقیر کردن دیگران است. مسخره میکنی او را، تحقیرش میکنی، بی آبرو بی عزتش میکنی، با همه جا با چشمت اشاره میکنی فلانی را دیدی، با سرت اشاره میکنی فلانی، منظور مسخره کردن و تمسخرش است. مسخره کردن کسی، اگر به چهرهش او را میخندی رشخن میکنی، به قد و قامتش، به آوازش، به رنگ و روخش، تو در حقیقت الله را مورد تمسخر قرار داده، چون الله او را آفریده با همون قد و قامت و وضعیت. تو چرا مسخرش کن؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا. حق مسخره نداری. و ششمین گناهی که از جمله گناه‌های بزرگ است که الله نمیبخشد او را، ظلم نمودن در حق کسی با انواع مختلف، هر نوعی ظلمی که باشه. ظلم یکی است که طرف حق طلب تو حقش نمیدی، حالا این حق میراث باشه، مهر باشه، نفقه باشه. و دوم ای که حقوقی که او داره تو را ازش سلب میکنی، این خود یک نوعی ظلمی دیگر است. وی از جمله حقوق الناس است. الله نمیبخشد